وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیتش یه چتری باز کردن و امتی رو دارن راهنمایی میکنن. امت پیغمبر فقط امت آخرالزمان نیست، تمام انبیا و امتهاشون، مؤمنینی که در زمان هر نبی بوده، همشون امت پیغمبرن. من خدمت رفقایی که شبای قبل بودن عرض کردم، چون تمام انبیا قبلی شاگردای پیغمبر بودن، طبق روایت امام صادق همشون توحید و بندگی رو از پیغمبر گرفتن در عالم ارواح. لذا کسانی که مؤمن به هر نبی هستن در واقع به یک معنا و با یک واسطه شاگرد پیغمبرن و جزو امت پیغمبر. حالا شما نگاه کنید، این پیغمبر، این استاد بزرگ، ما گاهی موقع 4 تا شاگرد رو نمیتونیم تربیت کنیم. این استاد ببینید چقدر شاگرد داره، پیغمبر اکرم، و زامن همشون هم هست، و زامن همشون هم هست. خدای نکرده اگر تو این امت پیغمبر مسئولیت این امت به گردنش، که گفت سوره هود منو پیر کرد، که سوره هود خدا به گردنش گذاشت فاستقم کما امرت و من تاب بعک، هم خودت استقامت کن، هم اونایی که با تو هن، منتها استقامت اون امتت رو از تو میخواییم. مثل یه پدر توی خونه که مسئولیت بچه ها و دینداری بچه ها به عهده‌شه، که اگه یه بچه ای تو خونه بیدین شد، اون پدر برای خودش سنگینی حس میکنه، فشار حس میکنه. به والله العظیم قسم، پیغمبر اکرم اگر یک نفر تو امتش کوتاهی بکنه، او پیش خدا شرمنده میشه. به والله، این تو روایات ماست. امام صادق یه مرتبه اومد به اصحابش گفت چرا پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ اصحاب امام صادق، او 100 سال از زمان پیغمبر میگذره، گفتن آقا ما کی پیغمبر رو ناراحت کردیم؟ گفتن چرا؟ شما وقتی یه خطایی، یه گناهی میکنید، پیغمبر اکرم ناراحت میشه. این امت تاریخی، این خانواده بزرگ، پیغمبر سرپرستشه. وقتی یکی توش چموشی میکنه، او ناراحت میشه، او غصه میخوره، او غصه میخوره، چون به عهده گرفته همه اینا رو. گریه میکنن، غصه میخورن، دعا میکنن. اومد به امام رضا علیه السلام گفت آقا اگه میشه برای من و خانواده‌ام دعا کنید. امام رضا فرمود میگم دعا نمیکنم، من شما رو میبینم، براتون دعا میکنم. اگه احیانا کوتاهی میکنی، خب مثل شما فرض کنید به عنوان مثال آخر سال وقتی میرید مثلا کارنامه بچه‌تون رو از مدرسه میگیرید، بچه شاید رفوزه شده، یکی دو تا درس کم آورده، او بچه رو بچگی خودش اصلا شاید عین خیالش نیست، اما پدر جلوی مدیر خجالت میکشه که بچهش اینجوری شد. پدر امت پیغمبر پیش مدیر عالم خداوند متعال خجالت میکشه وقتی بچه هاش بعضی اونچنان که باید نباشه، خجالت میکشه، و اون وقت برای جبران کمبودهای ما صدمه میخورن. ما خیال میکنیم که اهل بیت فقط و فقط مثلا نشستن ما رو نگاه میکنن قصه میخورن، نه خیر، یه اقداماتی هم انجام میدن برای که جبران کنن گناهان ما رو، کوتاهی های ما رو. از جمله اقداماتی که میکنن این هستش که کوتاهی های ما برای ما بلا به دنبال داره، این بلا رو اونا میخرن، گاهی بقا اونا زیر بار بلا میرن. این رو اصول کافی رو بردارید ببینید، امام کاظم میگه در زمان خودش، در زمان امام موسی بن جعفر، قرار بود در اثر کوتاهیایی که مسلمین و شیعیان داشتن بلا برشون نازل بشه. امام کاظم فرمود فوقیتهم والله به نفسی، من زیر بار بلا رفتم، بلاشو من کشیدم، فشار رو من کشیدم. اینجوری میشه دیگه، یعنی او بلاشو میکشه. بلای تمام معصومین برای همین بود، بلا رو میکشیدن تا اینکه احیانا فشار و بلا از امت برداشته بشه. مثل یه پدری که بلاکش بچهشه، فشار از امت برداشته بشه، بلا از اونها برداشته بشه. حالا شما حساب کنید این بزرگوارا این چنینن. خودشون فرمودن اگه میخواید به ما کمک بدید، کمکی که به ما میدید اینی که خوب باشید، با تقوا باشید. اما امیرالمومنین علیه السلام فرمود اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، با عفت و تقواتون به ما کمک بدید، داریم میبریمتون جلو. اینقدر ما هزینه ندیم، اینقدر ما هزینه ندیم، اینقدر صدمه نخوریم ما، برای که جبران خطاهای شما و تقصیرهای شما رو بکنم.